جنک، دلم نمیخواد در مورد جریان امشب و قبرستون پدر چیزی بدونه. میدونی که رو برادرش حساسه، سریع تحت تاثیر قرار میگیره. میدونستم بابا چقدر رو عمو حساسه، اما نمیدونستم تو هم انقدر رو عمو حساسی. متوجه نشدم. میدونی ساعت چنده ماما؟ این وقت شب اومدی قبرستون. تو چرا ساعت انقدر برات مهمه؟ گاهی وقت آدم رو دوست دارن با کسایی که از دست دادن درد دل کنن، و اینم زمان نمیشناسه. مطمئنم تو هم نیومدی اینجا دنبال من، چون نمیدونستی من اینجا. پس بگو چرا این وقت شب دنبال ندیم راه افتاده بودی ها؟ ولش کن، حوصله ندارم بحث کنیم. بحث قبرستون رو تموم کنیم. تو خونه میبینمت. تو بابا، تو لیاقت اینو نداری که پیش مادرم بخوابی و هیچ وقت تو رو نمی بخشم. اگه من امروز تاوانه اون همه سالی که روی اون صندلی چرخدار نشستم و از اون زن آروم آروم نمیگیرم، دلیلش تو نیستی. دلیلش این نیست که تو رو ناراحت نکنم. دلیلش عمومه. تنها دلیلش اینه که نمیخوام غرور عمو رو تو خاک تو دفن کنم. چی نمیدونه؟ مثلا میخواد منو بترسونه. اون ندیم لعنتی حتی نمیتونه بوی ترس رو حس کنه. هم باید از شره اون خلاصشم همون شیطان کنارش. خب قبلنم این کارو کردم. بله، رقمشو درست شنیدید. آماده کنی. بله، هرچی گفتم همونه. تا یه ساعت دیگه پول آماده کنی. خودم برای نقد کردن چک میام. باشه، پس شما طبق چیزی که گفتم کارو پیش ببرین. بله دیگه، مگه نگفتم خودم میام اونجا؟ فکر نمی کنم حرفی که زدم فهمیدنش سخت باشه. خیلی خب، دیگه میخوام قطع کنم. خدافظ.
آگاه جون، مثل این که این تلفن اعصابتو به هم ریخته. خدا میدونه با کی حرف میزدی که اینجوری عرقت در اومده. کارو بار دیگه شنیز. فکر میکنی تو این زندگی چیزی هست که برای شوهرت راحت باشه؟ آره؟ تو هم حق داری عزیزم، کارت خیلی سخته. من دیگه برم، داره دیر میشه. فعلا خدافظ. به سلامت آگاه جون. واقعا امروز چه روز قشنگیه. هوام که خیلی خوبه، انگار حتی آفتابم یه جور دیگه طلوع کرده. امروز یه روز متفاوت. آره، برای تو اینطور به نظر میاد. حالا کجا داری میری؟ یه خرید کوچیک دارم شنیز جون. خیلی تعجب کردم، اون مادر بزرگ چطور میتونه این خرید کوچیکو از دست داده باشه؟ دلم نمیخواد کسی کنارم باشه، میخوام امروزو تنهایی خوش بگذرونم. موفق باشی عزیزم. پس تو هم بیا با هم بریم. این که تو رو یه احمق فرض میکنم به اندازه یه پول برام شیرین شیطان صفت. حالا معلوم میشه شیطان کیه، احمق کوچولو. شنیز خانم که چیزی نفهمید نه؟ نگران نباشی، حتی یه درصد هم نذاشتم چیزی بفهمه. من هنوز شروع نکردم. کارایی که با تو کردن، چیزایی که ازت گرفتن، فراموش نکن. عموت و وجدان تو فراموش نکن. واقعا که من بین اون همه آدم افتخار دادم و تو رو انتخاب کردم که بهت درس بدم. خب تو هم یه ذره تلاش کن دیگه ندیم. یه فرصت دیگه بهت میدم. امروز میخوام برای تو وقت بذارم مثلا. باید خودتو به دستای جادویی من بسپری، البته به یه شرط، این که منو از امارت بیرون نکنی. خب دیگه آماده شو، همه چی حاضر کردم. لباساتو بپوش بریم. زود باش. با شوهر خواهر دعوات شده نه؟ نمیخواد انکار کنی. همه سر و صداتونو شنیدن. تو حیات داشتن حرف میزدن. مردای گنده خجالت نمیکشن حرفای خالصانه که میزنن نه؟ تو چرا بهشون آتو میدی که حرف بزنن؟ پسرم باز چی شده؟ شنیدم خواهرت شما رو جدا کرده. چیزی نیست، فقط یکم بحث کردیم. باز به خاطر خواهرت بود؟ آره؟ خب حالا قرار بود به خاطر چیز دیگه ای باشه؟ پسرم نکنه تو میدونی مشکل اینا چیه و به من نمیگی؟ ببین اون وقتش آخه مامان این چه حرفیه، بیخیال شد دیگه. گفتم که چیزی نیست، ول کن، من دارم میرم، کار دارم. تو چه کاری داری؟ چرا این لباسا رو پوشیدی؟ گفتم که کار دارم. سر خانم، منم با شما کار دارم. باشه مامان جون، پس من برم دیگه، بعدن حرف میزنیم. باشه؟ با من چی کار دارین شنیز خانم؟
یه لحظه صبر کنین لطفا. نریمان خانم، میشه تشریف ببرین لطفا؟ خیر باشه اول حسابی شنیز خانم. نریمان خانم، گفتم لطفا تشریف ببرین. مامان نریمان، تو برو پیش جرن، برو. من و شما با همدیگه چه کاری داریم؟ آگاه، میخواد نوه شما رو با پول از جرن بخره. اون پسر بیچاره ای که رو ویلچر نشسته بود عاشق زنت بود. من دیگه اون آدم نیستم. دلت میخواد حرف بزنی؟ حرفی برای گفتن ندارم. امروز هر دومون باید با خواهر و برادرمون حرف بزنیم. داملا با تو، جیوانم با من. صبح خیر. صبح خیر. با ندیم جایی قراره بریم؟ ندیم چون دلمو به دست آورد حتی که شما رو از خونه بیرون بکنه، اما قراره منو توی این عمارت نگه داره. منو تو باید با هم حرف بزنیم. سعی کن زود برگردی. ببخشید اصلم، امروز در اختیار ندیمم. میخواییم دوتایی با همدیگه بریم برای یه خرید حسابی از مارکای معروف. صبر کن من به اون علی خنگول زنگ بزنم. بهش گفته بودم ماشین آماده بکنه. نمیخواد زنگ بزنی، ماشین آماده است. یعنی چی؟ به جیوان پیشنهاد کار دادم، اونم لطف کرد و پیشنهاد منو قبول کرد. چطوری جیوان؟ خوبم داداش. این الان یعنی چی؟ خواهر جون، نمیخوای به ام تبریک بگی؟ مبارک باشه. اما داملا میشه با من بیای؟ میشه بیای، کارت دارم. بعد از ماجرای دیشب بهتره دیگه کشش ندی. این چندمین باره که داری تهدید میکنی. اگه میخوای تهدید نشی پس دست از سرم بردار. این ربطی به دختره داره؟ دارم بهت میگم دختره اصلا خبر نداره. به این پیشنهاد کار داد، منم قبول کردم. چرا گیر میدی؟ بسه دیگه، رئیسم داره نگاه میکنه. حق نداری سوار ماشینی بشی که اون پسره رانندشه. قربونت بشم داداشی، آخه من عاشقتم. من دیگه باید برم، میبوسمت، بای. چه پرو؟ خیلی خب برو دیگه، تابلو نکن. داداش میخوای جلو بشینی؟ معلومه که جلو میشینم، میخوام کنار برادر زنم باشم. بابام از این موضوع خبر داره؟ لزومی ندیدم که اطلاع بدم. آروم باش. خب؟ آروم باش. آروم باش. برو سوار ماشین. چی؟ میری سوار ماشین میشی و از خواهرم مراقبت میکنی. برو. زدی به سرت، مگه من نگهبانم؟ بهت گفتم سوار شو. سوت باش، سوار شو. آخه عزیز دلم، خیلی کار خوبی کردی، واقعا بهت نیاز بود.
آره دقیقاً آره. دیگه بهتره بریم. اتفاقاً منم عاشق خرید کردن. آروم حرف میزنن. سهر خانم باورم نمیشه که دارم اینو بهتون میگم، اما الان هر دومون توی یه تیم هستیم، هر دومون یه چیزا میخوایم، اما متاسفانه بیشتر از این از من بر نمیاد. یعنی اگه من بخوام توی این کار دخالت کنم همه چیز به هم میریزه. پس خودتون میدونین باید چی کار کنین. آخه چرا جواب نمیدی؟ هرچی زنگ میزنم همش قطع میکنی. منم نمیتونم اینجا رو ول کنم بیام کنارت. اون شنیز با مادرت داره حرف میزنه، داره یه اتفاقایی میفته ولی نمیدونم چیه. سحر کجا داری میری؟ مگه با تو نیستم؟ سحر کجا؟ نریمان خانم بفرمایین لطفا، حالا نوبت شماست. منو ببری اینجا. خوش اومدین آقا آقا، بفرمین بریم اتاق من. بانک آدمای پول دارم این شکلیه دیگه. مغازه رو ببین، خدا رو شکر باز من قراره بیرون بمونم. نه تو هم باید با ما بیای. بله ندیم جون، رانندت هم میتونه با ما بیاد، میتونه خریدامون رو حمل کنه. فقط حواست باشه خودتو حمل نکنه. ببخشید اما ورودی آدمای فقیر مغرور اون پشته. جدی میگی؟ من فکر میکردم ورود فقرا ممنوعه. تو مخی لوس. خوش اومدین تامل خانم. قهوه و کوکی ها همون جوری که سفارش داده بودین آماده است. سورپرایزمون هم آماده است. همه چی همون جوری که خواسته بودین. پرایویت روم هم حاضره. منظورش اتاق خصوصی بود عزیزم. از اون عطری که من دوست دارم تو اتاق زدین. میدونین که اولین بار پسر عمومو با خودم آوردم، واسه همین میخوام یکم همه چی تو چشم باشه. میفهمین دیگه؟ اصلا نگران نباشید، میگم راهنمایی خرید تا چند لحظه دیگه بیاد پیشتون. خیلی ممنون. چرا جیبونو استفاده کردی؟ ناراحت شدی؟ اون برادر منه. فقط تعجب کردم. پذیرایی، اتاق، راهنمای خرید. این دیگه چجور خرید کردنی دختر؟ ما اینجوریم پسر جون. خیلی خوب، آماده ای؟ میخوان کوکی بدن، میدونی چیه؟ بیا بریم جیوان. صبر کن بابا، اتاق، راهنمای خرید یعنی چی؟ نمیفهمم جریان چی؟ بیا. دارم ازت سوال میپرسم. نمیدونم چی گفتی بهش که سحر اونجوری با عجله گذاشت رفت، اما من دیگه این بازی های بچگانه ای تو رو میشناسم شنیز خانم. بله میدونم، دامادتون از همین الان داره شکمتون رو سیر میکنه. قبلنا جرعت نداشتین با من اینطوری حرف بزنین نریما خانم. ها خوبه که اینو فهمیدی. گذشته تو گذشته موند،
حرفت دیگه هیچ ارزشی نداره. دیگه اون دوران تموم شد که ما رو تحت فشار میذاشتی. حالا بگو ببینم با عروسم چی کار کردی؟ ببخشید اینو باید جواب بدم با اجازتون. نه خیر، موبایلت زنگ نخورده. خیلی بامزه، گوشیم رو ویبره بود. فقط 2 دقیقه، البته اگه جسارت نباشه. خب میخوام خصوصی حرف بزنم. تو پشت درهای بسته با کی حرف میزنی همش؟ اصلا زمان مناسبی تماس نگرفتی. تو خونه ی خدمتکاریم، نمیتونم راحت حرف بزنم. نریمان خانم رو سرم سوار شده، اگه بشنوه سریع خبر میده. عجب جادوگریه. ببین، تمام سهامو آروم آروم باید به نام جنک بکنیم. باید ندیم رو از شرکت دور نگه داریم. تو به عنوان وکیل باید وظیفتو انجام بدی. ندیم حق نداره وارد شرکت بشه. تمام سهام دست خودمونه. حتی یک کروش هم نمیذارم از اون شرکت به ندیم برسه. فقط من نیستم، آقام اینطوری فکر میکنه. عجب نامردایی هستین شما. خیلی بی‌وجدانی. نه عزیزم، لازم نیست از آقا خجالت بکشی. اونم همون چیز رو میخواد که ما دنبالشیم. آقا با زبون خودش گفت. ندیم حتی دیپلمم نداره. هیچ جایی تو شرکت نداره. اگه ندیم بخواد گیر بده که شرکت برای منه، اول از همه باید با آگاه روبرو بشه. شرکت برای جنکه. الان دیگه قطع میکنم، تو کارای قانونی رو شروع کن. نمیخوام اون پیره زن صدامو بشنوی. بهت نشون میدم این پیره زن کیه. حالا میبینی همون پیره زن چه بلایی سرت میاره. خب کجا بودیم نریمان خانم؟ خیلی هیجان زده به نظر میاین آقا آگاه. اگه منم جای شما بودم همینقدر هیجان زده میشدم. البته نه به خاطر پولایی که قراره از جیبتون در بیاد، به خاطر حرفایی که قراره بهتون بزنم. باور کنین حرفایی که میخوام بهتون بزنم به اندازه کروش کروش اون پولی که میخواین به هم بدین ارزش داره. بیا. همه ی اینا مال منه. مال منه. همه ی اینا مال منه. پولی که من میخواستم اینقدر نبوده. یعنی اون همه پول بعید میدونم توی کیف جا بشه، اینطور نیست؟ یه مقدارش تو کیفه، بقیه یه پولا رو هم در صورتی که تمایل داشته باشید به حساب خانم انتقال بدیم. خوبه. باشه. خب از اول همینو میگفتی. خب دیگه پس منتظر چی هستی؟ پولو انتقال بدین تموم بشه بره دیگه. میشه چند لحظه تنهامون بذاری؟ حتما. الان متوجه شدم. لابد میخواین بگین اول حرفاتو بزن بعدشم پولتو بگیر و برو. من شما رو خوب میشناسم. شما تاجر خیلی خوبی هستین آقا آقا. این چیه؟ امضاش کن.
وقتی به همون چک دادین نگفته بودین قراره چیزی رو امضا کنه. الان دارم میگم امضاش کن، اگه امضا نکنی پولی هم نمیگیری. چی شد؟ چون به حرفت اعتماد نکردم تعجب کردی؟ بعد از اون حرفایی که قراره بهتون بزنم، حرفایی که تو میخوای بزنی به اندازه پولایی که اینجاست که هیچ، به اندازه یک کروش هم نمیارزه. اینو بکن تو کله پوکت. من این پولو به خاطر دروغای تو بهت نمیدم، برای اینکه واسه همیشه از شرت خلاص بشم این کارو میکنم. الانم میخوام بریم سر اصل مطلب. باید طلاق بگیری. فامیلیو سرپرستی بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد و باید بدی به پدرش. سهر خانم حالتون خوبه؟ پسرم نمیشه یکم سریع تر بریم؟ باشه دیگه نزدیک شدی، یکم دیگه میرسیم. اما شما نمیخواییم بگیم چه خبره؟ اونو بابات باید بگه. اون بابات باید بگه که چه خبره. بابات تا زمانی که اون قرار داد و امضا نکنی حتی یک کروشم بهت نمیرسه. شما نمیخواین منو فقط از زندگیتون بیرون کنین، شما میخواین یه بار دیگه منو تبعید کنین. من باید برم آمریکا زایمان کنم، بعدش هم میخواین بچه ما ازم بگیرین و برگردین اینجا و منم اونجا تک و تنها بمونم. دور از بچه هم، خونواده هم، همه کس و همه چیزم. حتی نمیتونم برگردم به کشور خودم. حتی نمیتونم فامیلی شما رو داشته باشم. این احمقانه است. فهمیدم. آقا حتی کنجکاو نیستین که بدونین چی میخوام بهتون بگم. یعنی اینقدر به من بی‌اعتمادین که حتی نمیخواین بشنوین. دستتو بکش، دستتو بکش. باشه باشه باشه، امضاش میکنم. آقای جنگ ببخشید، انگار این خانم متوجه نیستن، اگه میشه شما براشون توضیح بدین. سر خانم میشه لطفا به من یه چیزی بگی؟ دارم بهتون میگم منو ببرین بالا. بذارین با پدرم تماس بگیرم. نمیتونم اجازه بدم کسی بره بالا. پس چرا اجازه دادین دخترم بره؟ دختر من الان کنار اون آدمه. مگه جرنم اینجاست؟ جرن خانم با پدرتون یه کار خصوصی داره. به من هیچ ارتباطی نداره. یا همین الان منو میبرین بالا یا اینکه زنگ میزنم به پلیس. خانم محترم اگه بیشتر از این سر صدا کنین ما مجبور میشیم زنگ بزنیم به پلیس. منو شنیز کارو چای فرستاده. منتظر چی هستی؟ به همون چیزی که اول دنبالش بودی رسیدی، حتی بیشتر از اونیه که میخواستی. من نمیتونم تو شب منتظر تو بمونم، کارو زندگی دارم. اگه میخوای امضاش کنی زودتر امضا کن. خیلی بیشتر از این پولی که جلوم گذاشتین براتون آب میخورم. آقا قسم میخورم که این کارو میکنم. حتما. خانم محترم صبر کنین، مگه بهتون نگفتم اجازه نداریم برین داخل؟ مامان آقا خان ما خیلی سعی کردیم جلوشونو بگیریم. بیرون بیرون. مامان شما
چطور ما رو پیدا کردین سرخانم؟ این کاغذ رو بده به من. مامان من دیگه اون کاغذ رو امضا کردم، خیلی دیر شده. من اونو امضا کردم، من امضاش کردم مامان. میگم امضاش کردم مامان، من اون پولو گرفتم. تو اینو، این کاغذ رو امضا کردی؟ آره. تو اینو امضا کردی؟ آره. بگیر، امیدوارم خیرش رو ببینی آقا. آقا مامان برو بیرون، منتظر من باش. مامان این پول زندگی هممون رو نجات میده. برو بیرون. متاسفم. راز کوچیکی شما نوک زبونمه، فهمیدی؟ پیشت بابا، من اون پولو میخوام. میرا بیافت. برات متاسف. دستتون درد نکنه زهر خانم. آقا جون قبل از این که بپرسی بذار خودم بگم. آره بازی تو من خراب کردم، تو کافه ساحلی منتظرتم. وای نه، اینه امتحان کن، بگیر زود باش. این خوبه. کدومش؟ این. خیلی خوبه، اینو باید بخریم، یکم متفاوته. بگیرش بگیرش. داملا دیگه خسته شده. زود باش. و حالا تو قسمت هیجان انگیز خرید برای آقای ندیم کارچای هستی. کلکسیون پوشاک مردانه سال 2020. آی اینم امتحان کن اصلا. داملا نابود شدم. مگه خوب کندی درزم الان تو زفتی. بودو اینو بگیر، برو برو.
فقط اگه میشه لباسای زمستونی هم برامون بیارین تا امتحان کنیم. لطفا هر چه مدل جدید هست بیارین. چشم بام لاخون. این دیگه خوبه. بس بس دیگه خسته شدم. اما این یکی واقعا بهت میاد. استایل دکمه اشتباه بستن. یعنی تو میتونستی مدل خوبی باشی. بهتره چند تا رنگ دیگه‌ش هم امتحان کنی. چی؟ ببین ندیم جون، داری فیلممو خراب میکنی. میشه اینو یه بار دیگه درست بپوشی؟ جمره، لطفاً دکمه‌هاشو درست کن. چی؟ بچه داغون شد. خب درست کن دیگه، دارین ویدیومو خراب میکنید. به خاطر شما مجبورم این ویدیو رو کلا مونتاژ کنم. اشکالی نداره، من درست میکنم. نه خیر، تو بلد نیستی درست کنی بچه زرنگ. البته اگه میخوای تو استوریم دیده بشی اون قضیهش دیگه فرق میکنه. نه خیر خانم، تو استوری تو چیکار دارم؟ جمره زود باش دیگه، زود باش دیگه، بلند شو، بلند شو دیگه، زود باش، بلند شو، بدو بدو. ببینمت. با من قهری؟ دشمن خونی هستی، دعوای خونی داری. تموم شد؟ آره تموم شد، تموم شد. کوچیک شما نوک زبونمه، فهمیدی؟ من اون پولو میخوام. نه خودش جواب میده، نه مادرش جواب میده. اون زنی کم که گذاشت رفت. بعد تو هی هرس بخور نریمان، فقط هرس بخور. جمر موبایلشو جا گذاشته. تلفن اون به من چه ربطی داره؟ شوهرش داره زنگ میزنه. تو مادر بزرگشی، توقع داری من جواب بدم؟ الو جمر، اون خواهر عوضی تو چی میدونه؟ ممکنه چیزی فهمیده باشه؟ الو جمره، جمره مگه با تو نیستم صدامو میشنوی؟ قطع شد. نریمان چرا حرف نمیزنی؟ خب گوشیو بده بذارم سر جاش. قطع شد، گوشیو قطع کرد. اون زبونت لال میشد تن تن، چرا حرف میزنی آخه؟ واه بلا به دور، دیوونه شدی؟ جرن تو باز داری چه غلطی میکنی؟ جرن، آخ جرن، چی کار داری میکنی؟ آخ داملا کجایی؟
مامان نمیخوای هیچی به هم بگی؟ نمیخوای حرفی بزنی مامان؟ اگه آبو خوردی و حالت بهتر شده دیگه بلندشو بریم. فقط همین مامان؟ یعنی حرف دیگه ای نداری بزنی ها؟ توقع داری چی بهت بگم؟ به دختری که میخواد بچه خودشو بفروشه چه حرفی دارم که بزنم؟ اون آدم هر چقدر مقصر باشه تو هزار بار بدتر از اونی.